بینندگان عزیز سلام بر شما. هفته پیش 16 آذر روز دانشجو در حالی سپری شد که دانشگاه‌ها زیر اختناق و سرکوب وحشیانه حاکم در سکوت بود. آیا این خاموشی به معنای سرفرود آوردن جامعه ایران به ویژه دانشگاه‌ها در برابر قلع و قمع و آزادی کشیه؟ آیا به معنای پایان اعتراض به دیکتاتوری ولایت فقیه یا در این سکوت فریاد بلندی نهفته است که به زنجیر کشیدن اون چندان طول نخواهد کشید؟ این سوال در دل سوال بزرگتری راجع به وضعیت کل جامعه ایران پس از قیام‌های سال 88 و 89. درباره وضعیت جامعه ایران کدوم نظرگاه صحیحه؟ آیا خاتمه جنبش و قیام یا آمادگی اجتماعی برای قیام و سرنگونی؟ در برنامه این هفته بهار ایران درباره همین سوال با احسان امین و رایا گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما و خوش آمدید. خیلی ممنون. سلام بر شما و سلام میکنم به هممیهنان عزیز و خواهران و برادرانمون در اشرف و لیبرتی. خواهش میکنم بزنم. یه توضیحات کوتاهی الان دادم سر وضعیت شرایط ایران. میخواستم سوال کنم که در حقیقت مقاومت ایران توضیح روشن و قاطعی داده در این رابطه که در این مرحله رژیم در شرایط سرنگونیه. میخواستم اگه بشه شما توضیح بدید که چرا ما این رو میگیم و مبانیش چیه؟ بله، سه عامل عمده وجود داره به طور خلاصه. یکی این که رژیم حاکم در وضعیت پوسیدگی است و در بحرانهای وخیم و واقعا بدون برون رفتی گرفتار شده. دیگر این که جامعه در وضعیت آمادگی برای تغییر و سرنگونی است، همین که شما گفتین آمادگی اجتماعی وجود داره. و سوم این که جنبش اصلی سرنگون کننده رژیم ولایت فقیه یعنی مجاهدین و مقاومت ایران مانع و عامل بازدارنده یعنی زنجیر لیست تروریستی رو کنار زده و بنابراین دوران تازه‌ای رو آغاز کرده و قادر هستش که ظرفیت‌های عظیم سیاسی و اجتماعی رو برای سرنگونی رژیم هدایت کنه و سازمان بده. من عمدن میخوام رو اون قسمتی که به شرایط سیاسی و وضعیت رژیم اشاره میکنه یا به همین موضوعی که شما گفتین در رابطه با مقاومت سازمان یافته میخوام به اینا نپردازم. بله. و متمرکز شیم روی اون قسمتی که شما میگین وضعیت جامعه. بله. که میخواستم شما یه مقداری توضیح بدید که این آمادگی اجتماعی به چه صورت هست، به چه معناست؟ بله. ببینید، چیزی که در جامعه ما در همین مقطع، در همین لحظه دیده میشه کثرت مصائب بدون چشمانداز هست، انبوه مطالبات پاسخ نگرفته است و انباشته شدن بسیاری اعتراضات همراه با یک تمایل قوی و سراسری برای تغییر وضع موجود، برای سرنگونی رژیم حاکم. یعنی کسی با وجود این رژیم، با تحت حاکمیت این رژیم امید نداره که اوضاع، همین مصائب، همین مطالبات پاسخ نگرفته بهبود پیدا بکنه، بلکه چشم امید جامعه به وضعیت بعد از افتادن این رژیمه. خوب، من یک نمونه ای رو که خارج از حرفا و تحلیل های ما هستش
نقل بکنم تا حدی روشنگر هست. حدود 2 هفته پیش این باند مشارکت آخوند خاتمی یک بیانیه داده بود، در اونجا ضمن دلسوزی های معمولش برای رژیم و تکرار اینکه باید نمیدونم قانون اساسی ولایت فقیه بی تنازل اجرا بشه و از همین حرف های همیشگی، در چند کلمه وضعیت جامعه رو با همین کیفیتی که الان من تیتروار اشاره کردم اونها اذعان کرده بودند بهش. گفته بودند که یک نارضایتی گسترده همراه با یأس از آینده و امید به نجات از ناکجا آباد در جامعه وجود داره. همین 3 کلمه، یک نارضایتی گسترده همراه با یأس از آینده و امید به نجات از ناکجا آباد. در این حال این رو هم گفته بودند که راه حل و برون رفت عبارت است از ترمیم شکاف دولت ملت. این این کلماتی که اونها گفته بودند. خلاصه کنم، اینطور اذعان میکنن که نارضایتی و شکاف بین رژیم و جامعه مسئله اصلی است و اینکه مردم به بیرون از این رژیم چشم دوختند. با همین چند کلمه فکر میکنم اذعان خیلی روشنی است به آمادگی اجتماعی که در ابتدای صحبت موضوع سوال شما بود. ولی بالاخره واقعیت اینه که در مقایسه با سال 88 یا 89 الان میبینیم که وضعیت جامعه در حقیقت خبری نیست از اون اعتراض ها و قیام ها. خواستم در این رابطه ببینید صحبت ما که در مورد اینکه خبرهایی که در سطح جامعه میگذره صحبت که راجع به این نیست، اگرچه در همین مورد هم اگر موشکافی کنیم خب خیلی خبرها هست. با این حال اگر از این بگذریم، وقتی از آمادگی اجتماعی صحبت میکنیم منظور این نیست که مثل سال 88 توی خیابون‌ها قیام‌های پرجوش و خروشی در جریانه. منظور که این نیست، بلکه منظور این است که آمادگی اجتماعی برای بروز چنان وضعیتی وجود داره، مبانی برای شکلگیری چنان وضعیتی وجود داره. قبل از قیام‌های سال 88 هم اگر خاطرتون باشه چنان وضعیتی در سطح خیابون‌ها که مشاهده نمی‌شد، کما اینکه اونهایی که خاطرشون هست قبل از قیام‌های سال 57 چند ماه قبل از اون دوره طوفانی که معلوم نبود مگر کسی تحلیل‌های عمیقی داشت از جامعه، اگر نه در سطح جامعه اون خبرها که دیده نمی‌شد. ولی بالاخره شما قبول دارین که رژیم الان هر گونه اعتراض و جنبش و جوشش و هر چیزی رو خلاصه سرکوب می‌کنه. ببینید راه بروز اعتراض‌ها رو، راه بروز این حرکت‌ها رو فعلاً و موقتاً بله بسته، ولی نه به این معنی که این حرکت‌ها و این اعتراض‌ها و این جنبش‌ها از بین رفته و اون تونسته از بین ببره. خیر، مقابله با یک بحران عظیم اجتماعی، مقابله به معنی حل و فصلش، کنار دادن این تهدید از سر راه رژیم، این لاجرم یک راه حل سیاسی می‌خواد و این چیزی نیست که در توان رژیم ولایت فقیه، رژیمی که داریم میبینیم در چه وضعیتی است، در توان این رژیم نیست. یکی از مشخصات این رژیم در مرحله پایانیش، در مرحله سرنگونیش که در ابتدا شما اشاره کردین، از قضا این هستش که به میزان زیادی توانایی خودش رو برای در پیش گرفتن همین راه کارها از دست داده. این هم که خامنه ای 3 سال پیش تونست اون قیام ها رو مهار کنه، یک دلیل خیلی مهمش همین خیانتی بود که جریان ارتجاعی سبزهای درون رژیم کردند و اون ضربه عظیمی که به جنبش اعتراضی مردم زدند و این جریان هم امروز دیگه کارایی خودش رو از دست داده. آقای امین رویا،
بخش مهمی از مشکلات فعلی بحث گرانیه در ایران. فرض کنیم که الان فردا قیمت‌ها در ایران بیاد پایین، آیا این به معنی این که التهاب فروکش میکنه؟ ببینید، بله درسته، گرانی‌ها در یکی دو سال اخیر نارضایتی‌ها رو بله تشدید کرده، ولی عامل این بحران نیست. منشأ این بحران که این گرانی‌ها نیست، اینها ضریب زده. مشکل عبارت است از کانون، مشکل عبارت است از یک تعارض اساسی بین رژیم و حکومت، بین رژیم و ولایت فقیه، همون که میگفت شکاف دولت ملت، و پلی بین اینها باقی نمونده. این جریان خاتمی‌چی ها و جریان ارتجاعی سبز، اینها نقش حائلی داشتند به این معنا که در خدمت بقاء ولایت فقیه این اعتراض ها رو کن میکردن یا به بیراهی میکشوندن. خب این جریان هم که در این دو سه ساله به کلی قیچی و جراحی شده. حالا شما صحبت از گرونی میکنید. به نظر من گرونی و فشار اقتصادی، این خودش در یک حالتهای معینی از قضا میتونه در جهت تحکیم اختناق باشه، و اگر کاهش پیدا کنه در این صورت چه بسا تا حدی راه تنفس سیاسی مردم رو باز بکنه. خب حالا این بحث پیش میاد که بالاخره ما میدونیم که رژیم قادر به رفرم نیست، رفرم سیاسی نیستش، ولی بعیدم نیستش که به یک نوعی مسائل اقتصادی رو جمع جور کنه و خلاصه برای اینکه مانع انفجار جامعه بشه، خلاصه یه جوری جلوی اینو بگیره. نظرتون سر این چیه؟ نه ببینید، اصلاح اقتصادی هم نمیتونه بکنه، بس که شکننده است و بس که فاقد ظرفیته. قبل از هر چیز به خاطر اینکه در یک شرایط جنگی است. الان شما نگاه کنید ماشین سرکوب این رژیم چطور تا اعماق درگیر هست برای سرکوب جامعه، روزانه، ساعت به ساعت و لحظه‌ای. در این حال این رژیم وسیعاً درگیر هست در نمیدونم سوریه و لبنان و افغانستان و کشورهای منطقه. شرایط جنگی است دیگه. بله. نگاه کنید بودجهش یک بودجه جنگی، دیپلماسیش یک دیپلماسی جنگی، مصالحش بر اساس تصمیمهاش بر اساس مصالح جنگی اتخاذ میشه. وقتی که شما میگین که اصلاح اقتصادی یعنی چی، یعنی این که خب از همین جنگی که درگیرش هست باید بزنه دیگه، باید سهم اقتصاد رو از همین وضعیت جنگیش بپردازه که نمیخواد، از قضا سال به سال و ماه به ماه بیشتر متمرکز میشه روی همون جنگ. به بودجه این چند ساله اگر نگاه کنیم میبینیم سال به سال جنگی تر شده. اضطراری که داره، سراسیمی که داره از این بابت سال به سال و ماه به ماه به خصوص در این دوره وخیم تر شده. از نظر اقتصادی بنابراین چون این کاری نخواهد کرد، از نظر اقتصادی و اجتماعی یک بحران، این رو هم میخوام اضافه کنم، یک از نظر اقتصادی و اجتماعی یک بحران ریشه‌دار در بین هست که با درمان‌های زودگذر، نه با درمان‌های زودگذر نمیتونه پاسخ بهش بده. میتونید مقدار توضیح بدین این بحران ریشه‌دار چی هست که شما بهش اشاره میکنید؟ بله ببینید، منظورم اون چیزهایی که در مقیاس کلان وجود داره. یکی همین بیکاری میلیونی است، ارتشی از میلیون‌ها بیکار که یک ماده قابل اشتعال در شرایط مساعد، اینها ماده قابل اشتعال هستند. الان می‌بینید سیل آسا در خیابون‌های بزرگ، در خیابون‌های اصلی در شهرهای بزرگ اینها در حرکتند. هر کسی بره نگاه بکنه چهارراه‌ها، معابر بزرگ، و نگاه کنید به وضعیت هومه ها در شهرهای بزرگ. ماده قابل اشتعال، ماده انفجاری دیگه ای رو میخوام بگم، هومه ها در شهرهای بزرگ، چیزی که مشهور شده به مناطق اسکان غیر رسمی در اطراف تهران، نمیدونم کرج، مشهد، اهواز، همین کلان شهرها، اینها به وجود اومدن. اینطور که در سرشماری سال گذشته
سرشماری سال 90 اومده بود، الان جمعیت روستاها در ایران به 28% کل جمعیت کشور تنزل پیدا کرده. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مردم محروم، نادار، بر اثر فقر و خانه خرابی از روستاها و حتی از شهرهای کوچیک پرتاب شدن به حاشیه شهرهای بزرگ، به همین مناطق اسکان غیر رسمی، در حالی که نتونستن جذب بشن در مناسبات تولیدی و فرهنگی این شهرها. در نتیجه امور آموزشی، امور اشتغال، امور بهداشت و درمان و سلسله از این مسائلشون لاینحل مونده و نابسامان، و اینها همه تشکیل میدن یک ماده انفجاری قوی رو برای یک شرایط مناسب که بر سر رژیم خراب بشن. باز هم ماده دیگه این اختلاف طبقاتی بسیار وحشتناکی است که بی سابقه است در تاریخ ایران. باز هم به نظر من از همه اینها که گفتم مهمتر، جوانان، نیروی جوانان و زنان ایران هست که به علت سرکوب، به علت تحقیر، به علت محرومیت ها، انواع محرومیت ها و انواع تحقیر ها، اینها در بالاترین درجه ستیز و تعارض با رژیم هستند. شما اشاره کردین به این بحران اجتماعی با این ابعادی که شما الان توضیح دادید، حتما فاکت‌ها و علائمی داره که چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی اینا بارز میشه. خواستم ببینم که این فاکت‌ها و علائم چیه. خیلی روشنه. ببینید، اگر یک جامعه کمین کرده و مترصد برای قیام وجود نداشت، میخوام به عنوان یک علامتی گفتین، علامتی که روزانه می‌بینیم، اگر یک چنین جامعه وجود نداشت، این پاسدار احمدی نژاد هرگز جرأت نمی‌کرد که این همه شاخ و شونه بکشه برای خامنه ای. چرا این کار رو میکنه؟ چون خیلی خوب میدونه که دست دادن به ترکیب بالای رژیم توسط خامنه ای همان، باز شدن شکاف بالای رژیم همان و سرازیر شدن این اعتراض ها از اولین منفذ ممکن همان. این به همین دلیل بود که خامنه‌ای گفت خیانت دیگه. این یک نشانه. همینطور نگاه کنید به همین یکی دو ماه عقب نشینی رژیم از ماجرای شکنجه منجر به شهادت ستار بهشتی که چقدر دستپاچه شدن، نمیدونم یکی از مقامات پلیس انتظامی رو، فتا رو اینطور که اسمش رو گذاشتن، برکنار کردن. یا نگاه کنید به ماجرای عقب نشینی رژیم از در مقابل اعتصاب خانم ستوده، همینطور ماجرای آتش سوزی دلخراش این مدرسه شیناباد در پیرانشهر که چقدر بره فاجعه واقعا دلخراشی بود، ولی من بازتابش رو، بازتاب سیاسیش رو در درون رژیم میگم که چقدر دست پاچه شده بودن. خب اینها که دلشون نسوخته به حال دختر بچه های معصوم، این دشخیمان حاکم، بله. ولی نگران شده بودند، بسیار دچار تشویش شده بودند از بازتاب‌های اجتماعی این حادثه. علاوه بر اینها، خب با وجود این همه اعدام، با وجود این همه احکام اعدام که صادر شده و این همه ارعاب و سرکوب، می‌بینیم باز هم چقدر حرکت‌های اعتراضی که بعضن در مقابل مجلس رژیم، حتی بعضن در مقابل زندان اوین شکل می‌گیره. یک نمونه، باز هم اگر فرصت هست بگم، یک نمونه به نظر من مهم و پرمعنی دیگه شکل‌گیری هیئت‌های عزاداری بود در برخی شهرهای ایران در ایام عاشورای حسینی که تمایز آشکاری رو نسبت به رژیم و فرهنگ منحوس رژیم نشون می‌دادند با شعارها و نوع‌های
بسیار پرمحتوا که اساس نظام ارتجاعی و دین ریایی این رژیم رو تخته‌ای می‌کردن. با اون چیزی که الان شما توضیح دادین و این بحرانی که بهش اشاره کردین، آیا میتونه به سرنگونی رژیم منجر بشه؟ ببینید، ما در اینجا اشاره کردیم طبق آنچه که شما هم اول تاکید کردین بر زمینه‌های اجتماعی سرنگونی رژیم، همزمان یک منازعه و جدال در رأس رژیم هست که بسیار این حکومت رو شکننده کرده، یعنی پوسیدگی سیاسی رژیم. در این حال بحران‌های دیگه‌ای هم هست، مثل روند سرنگونی مهمترین متحد استراتژیک رژیم یعنی حکومت سوریه. با این حال، با وجود همه این بحران‌ها، همه این گرفتاری‌ها که رژیم داره، همه این پوسیدگی، نمی‌دونم آمادگی اجتماعی، همه این زمینه‌های مساعد، باید تأکید کنیم که رژیم به صورت خود به خودی سرنگون نمیشه. نباید این تصور رو داشته باشیم، این تصور اشتباه است، که سناریوی قیام سال 57 قابل تکراره. کما اینکه قیام های سال 88 که تا حدی شبیه همون قضایای سال 57 بود، به علت وضعیت ایران، یعنی ایرانی که تحت حاکمیت این رژیم مشخص هست با این ویژگی‌هاش، نتونست ادامه پیدا بکنه، چون در مقابل شما، در مقابل جامعه ایران، رژیم ولایت فقیه هست که متکی است به یک قهر سازمانی یافته، یعنی سپاه پاسداران، که اصلا کارکرد وجودیش مقابله با همین وضعیته. درست به همین دلیل هست که رهبر مقاومت ایران فراخوان دادند برای برپایی یکانهای ارتش آزادی در ایران، و ارتش آزادی یعنی عاملی که همین زمینهای مساعد رو میتونه به فعلیت برسونه و میتونه به سرنگونی رژیم بالغ بکنه. خلاصه این که پاسخ رژیم ولایت فقیه عبارت است از ارتش آزادی بخش. میتونین توضیح بدین که چرا ما میگیم پاسخ استراتژی ارتش آزادی بخشه؟ ببینید، این استراتژی البته قبلا در همین سیما آزادی من خودم شنیدم بحث مفصلی بوده، من به اختصار خدمتون عرض میکنم. این استراتژی پاسخ رژیم ولایت فقیه هست، رژیمی که رفرم ناپذیره و متکیست به یک اختناق مطلق، متکیست به یک اهرامی یعنی به اسم سپاه پاسداران که راه حرکت عنصر اجتماعی رو بسته، یعنی اصلا برای این شکل پیدا کرده، مأموریتش همینه، کوک روزانش همینه. بنابراین استراتژی سرنگونی رژیمی که نه برای رأی و شرکت مردم در سرنوشتشون محلی قائله، نه امکان فعالیت و مبارزه مسالمت آمیز برای نیروهای اجتماعی، برای احزاب، برای گروه ها قائله، برای مردم به هیچ وجه، نه ظرفیت عقب نشینی از خصائص ولایت فقیه رو داره، نه آماده است که به صورت صلح‌آمیز از قدرت دست برداره. اینه که من دارم میگم تحلیلی است که مجاهدین راجع به رژیم داشتند و در این سه دهه اثبات شده. از طرف دیگه این رو هم باید تاکید کنیم که این توقع که رژیم توسط دیگران سرنگون بشه کاملا بیمورده. نه جریان سبد درون رژیم خواهان چنین کاری، چون اونها که اصلا شعارشون بی‌هزینگی است و نمیتونن این رژیم رو سرنگون کنن، قبل از هر چیز اصلا نمیخوان، چون خودشون بخشی از این رژیم هستن، و چنین انتظاری هم از قدرت‌های خارجی واهی است، ولو این که در شقی که نمیدونم درگیری نظامی پیش بیاد، همین سناریوهایی که خود رژیم هم گاهی وقتا مطرح میکنه به خاطر بحران اتمی یا هر بحران دیگه‌ای،
امر سرنگونی به اونها هم ربطی نداره و اونها هم از پسش بر نمیان. در یک کلام، همچنان که بارها خواهرمری هم گفتن، سرنگونی این رژیم توسط مردم ایران، توسط مردم و مقاومت ایران، یعنی توسط مردم و با پیشتازی مقاومت ایران امکان پذیره که متناسب با شرایط و تحولات توسط ارتش آزادی بخش باید تدارک شدید. با تشکر از شما به پایان وقت امروز رسیدیم. خیلی ممنون که در این برنامه شرکت کردین. بینندگان عزیز، گفتگویی بود درباره آمادگی اجتماعی و مرحله سرنگونی رژیم ولایت فقیه. لطفاً سوال‌ها و نظرهای خودتون رو درباره موضوعات این برنامه به سیمای آزادی برسونین تا در برنامه‌های بعدی مورد بحث قرار بگیره. از همه شما که به این گفتگو توجه کردید تشکر می‌کنم. خدا نگهدار. بچه های سراسر میهن اشغال شده، بلادرند برای برپا کردن و آماده سازی تیم ها، دسته ها و یکان های ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید. شبیم به جنگ شب رویم، تلسم اختناق تا همیشه بشنیم. یکان یکان شبیم، ارتشی گرام شبیم، در آسمان شهر رعد بی امان شبیم. ای تو خواهرم برادرم، به پا به پا اهرمن رود، وطن شود رها. خطر کنی عزیز، بیگمان که پشت ما خدا بود خدا. یکان یکان شدیم به جنگ شب رهیم، تلسم اختلاف تا همیشه بشکنیم. یکان یکان شدیم، ارتشی گران شدیم، در آسمان شهر رعد بی امان شدیم. شهر رعد بی امان شدیم.